دوستان، فصل چهارم کتاب ما حرکت چیست؟ در فصل حرکت و این تصویر و عنوانی فوق‌العاده زیبا، اولین چیزی که می‌خوایم بدونیم بچه ها اینه که آقا اصلاً خود حرکت یعنی چی؟ عزیزان، یکی از مشکلات شما و چالش های شما با کتاب علوم نهم فصلای فیزیکیشه، به خصوص فصل حرکت. اگر قشنگ درک کنید هیچ مشکلی نخواهید داشت و البته تمرین کنید، مسئله حل کنید. بچه ها یادداشت کنید، حرکت دوتا نقطه جلوش، حرکت دوتا نقطه جلوش، تغییر مکان یک جسم، تغییر مکان یک جسم نسبت به نقطه مبدأ را حرکت میگوییم. تغییر مکان یک جسم نسبت به نقطه مبدأ را حرکت میگوییم. حالا بچه ها در تعریفی که خدمت شما ارائه دادم دو تا کلمه رو با رنگ دیگری نوشتم، یکی نسبت، یکی مبدأ. اولین چیزی که میفهمیم از این، میفهمیم که حرکت کمیتی نسبی است. یعنی چی؟ حواس جمع. آقا حرکت نسبی است یعنی چی؟ بچه ها خوب گوش کنید، من داخل یک اتومبیل در حال حرکت هستم. فرض کنید این جاده، یه دونه اتومبیل این تو، چقدر خوشگله، منم اون تو نشستم، رو صندلی عقب، راننده هم اینجا داره رانندگی میکنه، من مهم شدم، راننده شخصی دارم. خب این اتومبیل بچه ها فرض کنید داره با تندی 120 کیلومتر بر ساعت جلو میره. 120 کیلومتر بر ساعت. یه نفر از من میپرسه آقا سرعت حرکتت یا درستتر تندی چقدره؟ من به اون فرد میگم تندی من صفره، من حرکت نمی کنم. دروغم بهش نگفتم. آقا دروغ گفتی دیگه، اتومبیل باره با 120 کیلومتر بر ساعت میره، شما هم داخل اتومبیلی، بعد به طرف میگی من حرکت نمی کنم. بله من حرکت نمی کنم، نسبت به راننده من ساکنم، نسبت به صندلی اتومبیل من ساکنم، نسبت به بدنه اتومبیل من ساکنم، اما نسبت به درخت کنار جاده من متحرکم.
بچه ها خوشگل فهمیدید وقتی میگیم حرکت نسبی است یعنی چی؟ آها آفرین بر شما. حرکت نسبی است یعنی نسبت به کجا بسنجیمش. بچه ها من و شما الان نسبت به موبایل یا لپتاپمون که جلومونه ساکنیم، اما نسبت به کره ماه ساکن نیستیم، نسبت به مریخ ساکن نیستیم. ای تمام. نکته بعدی دوستان عزیزم در مورد این کلمه مبدأ. یکی از بزرگترین ایرادات بچه ها که از کتاب وزارتی نشأت میگیره. حالا ما گفتیم تغییر مکان یک جسم نسبت به نقطه مبدأ زمانی که از من پرسیدن، گفتن شما داخل اتومبیل داری حرکت میکنی، من گفتم نه من ساکنم، خودم رو نسبت به راننده سنجیدم، پس راننده میشه مبدأ من. اگر از من پرسیدند و من جواب دادم نه در حال حرکتم نسبت به درخت کنار جاده، او درخته میشه مبدأ من. مبدأ نقطه است که تغییر مکان را نسبت به آن میسنجیم. میگم بعد مینویسیدش. فعلا حواسا جمع. حالا اشکال این تعریفه که من گفتم نسبت به کتاب که گفتم بچه ها رو دوچار سردرگمی میکنه چیه؟ لطفا دقت کنید. ببینید بچه ها، فرض کنید این یه جاده، فرض کنیم که یه متحرکی اینجا یه متحرکی داره حرکت میکنه. حالا خوب دقت کنید، ممکنه وقتی ما داریم حرکت این نوع رو بررسی میکنیم بگیم آقا ما دلمون میخواد اینجا رو بگیریم مبدأ. فرض کنید یه تابلو راهنمای رانندگی اینجا نصبه، میگیم آقا این تابلو رو بگیریم مبدأمون، الان داریم به مبدأ نزدیک میشیم، بعد از جلوی مبدأ رد میشیم، بعد از مبدأ داریم دور میشیم. یکی دیگه ممکنه بگه نه آقا من اون تابلوه که نوشته به همدان خوش آمدید رو، من اونو میخوام بگیرم مبدأ. بگیر. مبدأ رو ما انتخاب میکنیم. اما مشکل کتاب وزارتی چیه؟ بچه ها کتاب وزارتی، حالا انشالله طول سال اگر برین دبیرای محترم بگن براتون میبینید چه اشکالی پیش میاد، اگر به خصوص دبیران تاکید نکنن. کتاب وزارتی گفته آقا تو همه مثالاش، در تمام مثالهاش گفته آقا این نقطه ای که ماشین من میخواد شروع به حرکت کنه که اسمش هست نقطه شروع، همین نقطه رو مبدأ در نظر گرفته. به همین خاطر اشتباهی که توی ذهن بچه ها پیش میاد اینه که نقطه شروع همان مبدأ است. نه، حواست باشه، نقطه شروع ممکنه مبدأ باشه. مثال کتاب نقطه شروع رو مبدأ انتخاب کرده، توی آزمون سمپات میاد مبدأ رو یه جای دیگه انتخاب میکنه، اون وقت دانش آموز گیر میکنه داخلش. پس حواستون باشه، حتی اگر دبیران محترمتون گفتن نقطه شروع همان مبدأ است،
شما تو ذهنت حواست باشه که نقطه شروع یه چیزه، مبدأم یه چیز دیگه است. اینا رو بینشون تفاوت بذارید. نقطه شروع نقطه است که از آنجا شروع به حرکت میکنیم، مبدأ نقطه است که حرکتمون رو نسبت به اون میسنجیم. ممکنه مبدأ روی نقطه شروع قرار بگیره، ممکنه قرار نگیره. سر خط نقطه یک. نقطه یک، حرکت نسبی است. حرکت نسبی است، یعنی بستگی دارد تغییر مکان یک جسم را، یعنی بستگی دارد تغییر مکان یک جسم را نسبت به کدام نقطه بسنجیم. نسبت به کجا بسنجیم؟ نکته دو. نکته دو، در بررسی حرکت یک جسم، ویرگول، نقطه مبدأ، نقطه مبدأ، ویرگول، نسبت به نقطه شروع حرکت متفاوت است و ممکن است برهم، ممکن است برهم منطبق باشند یا نباشند، منطبق باشند یا نباشند. لطفاً دوستان توجه کنند. بچه ها، می دانیم ما در فیزیک با کمیت ها سر و کار داریم. کمیت، این خیلی مهمه، تو کل فیزیک این دخیل هست. بچه ها، کمیت های فیزیکی که اساس علم فیزیک رو تشکیل میدن، در واقع اولا در به هر چیزی که قابل اندازه گیری باشه ما میگیم کمیت. هر چی، هر چیزی که فیزیکدان بتونه اندازه گیریش کنه، یا با ابزار یا با محاسبه، فرقی نمیکنه. به هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد، این از این. حالا دقت کنید، این شد تعریف کمیت. تعریف کمیت این شد، هر چی قابل اندازه گیری باشه. مثلا بچه ها، جرم شما، جرم تو اندازه میگیری، پس میگیم جرم یک کمیت هست. وای میسی کنار دیوار، قد تو اندازه میگیری، میگیم طول یک کمیت هست. مقداری فرض کنید آب، داروی مایع، چیزی داری میخوای ببینی حجمش چقدره، میریزی توی ظرف مدرج، مثلا میگه 20 سی سیه. رفتی آمپول بزنی، آمپوله رو میکشن داخل سرنگ، نگاه میکنه میگه آ 2 سی سیه. کمیت، حجم کمیت. حالا بچه ها، کمیت های فیزیکی، چیزی که شما فعلا میخونی، به دو نوع دیده میشه. یعنی تمام این کمیت های فیزیکی، شدت جریان، اختلاف پتانسیل، نمیدونم مقاومت، جرم، حجم، فشار، تندی، سرعت، شتا، هرچی، هرچی تا حالا خوندید و هرچی در آینده خواهید خوند، تمام کمیت ها در اولین دستبندی که انجام میدیم میشن دو دسته. یه سری از کمیت ها بهشون میگیم کمیت های اسکالر یا نرده‌ای. یه گروه دیگر، پس این شد اسکالر، اسکالر. گروه دیگر بهشون میگیم کمیت های برداری.
بچه ها درک اینا بسیار مهمه. البته هیچ وقت تعریف اینا نمیاد برای شما، اما مفهوم اون تعریف رو اگر درک کرده باشید اون وقت تو سوالا ازش میاد. نمیگه کمیت اسکالر چیست، سوال رو یه مدلی میده کسی که اونو درک کرده باشه بتونه جواب بده. حالا بچه ها کمیت های اسکالر کمیت هایی هستن، هر کمیتی که دیدید چکش میکنید، کمیت هایی که دارای اندازه، اندازه همون مقدار دیگه، مقدار و معمولا و یکا، ممکنه یکا نداشته باشه، یکا کلی نیست، کمیت هایی که دارای اندازه یا مقدار، به همین خاطر زیر این خط میکشم، و یکا هستند. یعنی چی؟ یعنی به شما میگیم قدت چقدره طول، شما میگی آقا 167 سانتی متر، یه عدد یه یکا. جرمت چقدره؟ آقا من 67 کیلوگرمم. طول، جرم، مسافت که تازه میخوایم بخونیمش، تندی که تازه میخوایم بخونیمش، انرژی، فشار، اینو میخواید امسال بخونید، حجم، زمان. زمان مثلا میگیم که چقدر طول کشیدی تا رسیدی، میگه آقا 20 دقیقه. عدد گفتی، یکا گفتی. اما بچه ها کمیت های برداری کمیت هایی هستن، اسمش با خودشه، بردار، که علاوه بر اندازه و یکا دارای جهت هم هستند. مثال میزنم. ببینید بچه ها، من به شما میگم بچه ها من میخوام الان به صفحه مانیتورم نیرو وارد کنم. یکی از شما میتونه بپرسه آقا صفحه مانیتور رو میخوای هل بدی عقب یا میخوای هلش بدی به سمت جلو؟ کدوم طرفی میخوای هلش بدی؟ یا میخوای مانیتور رو هل بدی به چپ و راست؟ جهت بگو. حالا اصلاح میکنم، میگم بچه ها من صفحه مانیتورم رو میخوام با نیروی 10 نیوتن، عدد گفتم، یکا گفتم، به سمت جلو بکشم. پس کمیت هایی مثل نیرو، مثل جابجایی که خواهید خوند، مثل سرعت، شتاب، اینها یه تعداد از کمیت های برداری است. بچه ها برای تشخیص کمیت اسکالر و برداری توی سوالات چجوری باید عمل کنید؟ براش جهت بذارید. اگر مسخره شد میگه آقا این کمیت نرده ایست، اگر نه جهت گذاشتی براش دیدی درسته، خوشگلتر شد، علمیتر شد، میگی کمیت برداری است. مثلا از من میپرسید آقا جرمت چقدره، من میگم 70 کیلوگرم رو به شمال. چقدر مسخره شد؟ 70 کیلوگرم رو به شما معنی نداره آقا. ولی از من میپرسید آقا نیروی وزن شما چقدره،
یعنی زمین با چه نیرویی تو رو داره میکشه؟ میگم 700 نیوتن رو به سمت مرکز زمین. یعنی کره زمین منو با نیروی 700 نیوتن به سمت مرکز زمین داره میکشه. امیدوارم قشنگ فهمیده باشید این دو تا کمیت، دو نوع کمیت رو. تابلو رو سریعا یادداشت بفرمایید. بچه ها، زمانی که دانش آموزان داخل مسئله های حرکت گیر می کنن، سر جلسه امتحان تو خونه داری تمرین می کنی هرچی، و اون لحظه ای که این شکلی شدی، داره دود از کلت بلند میشه، زمانی که دانش آموز این مدلی شده در داخل یک مسئله حرکت، با خودش میپرسه، میگه خدایا آخه ای به چه درد من میخوره؟ مثلا سواله گفته چی؟ گفته مگسی؟ مگسی؟ از روی حالا نمیگیم چیزی دیگه، گلی پرواز کرده و مثلا 2 دقیقه به سمت شمال و 1 دقیقه به سمت شرق حرکت کرده، فلان میشه، فلان میشه، فلان میشه. فرض کنید مسئله اینه. دانش آموز عزیز ما گیر کرده، نمیتونه حل کنه، میگه آخه خدایا آخه ای برای چیمه؟ روزانه میلیارد ها مگس پرواز میکنن، ایور به اوور میرن که چی؟ حالا من بدونم این مگس پاشد رفت شمال، بعد رفت به سمت شرق، بعد حالا شتابش فلان، سرعتش فلان، تندیش که چی بشه؟ آخه باقا به چه دردی میخوره؟ معمولا این سوال رو بچه ها در اون شرایط، اون میشه گفت حالا کاریکاتوری که اون گوش من کشیدم، دوچارش میشن، میپرسن از خودشون. بچه ها دقت کنید، بله واقعا حرکت این مگس اصلا مهم نیست. شما بیای بشینی حرکت این رو تفسیر کنید، سرعتش ایناش حساب که چی؟ هیچی. بله واقعا هیچی. اما اولین نکته اینه که بچه ها، دنیای ما دنیای حرکت، زندگی ما حرکته. از کوچکترین اجزا اگر در نظر بگیرید، مثال کتابو نگاه کنی، از خود الکترونا که دارن به دور هسته اتم میچرخن، یعنی دارن حرکت میکنن. از اتم بیایم بیرون بریم سراغ مولکول، یا خود یک اتم از بیرون نگاه کنی، در دوره ابتدایی خونده بودید، توی هفتم هم تاکید شده بود، ذرات جامد که کمترین حرکت رو دارن در جای خود میلرزن، ذرات مایع بر روی هم سر میخورن، ذرات جامد آزادانه به هر طرف میرون، مولکول ها هم دارن حرکت میکنن. از اون مقیاس بیایم بیرون، مقیاسی یه مقدار بزرگتر، خود ما، اتومبیلامون، هواپیمامون، قطارامون همه داره حرکت میکنه، خودمون. از اون مقیاس بیایم بزرگتر، کره زمین ما هم داره به دور خودش میچرخه، هم داره به دور خورشید میچرخه. از این مقیاس بریم بالاتر، کل منظومه خورشیدی داره به دور یه جایی، مرکز کهکشان راه شیری میچرخه. یعنی دنیای ما دنیای حرکت. اگر قرار تو این دنیا زندگی کنیم، باید قوانین حرکت را خوب بلد باشیم.
این یک. دو، بچه ها خود حرکت مگس به درد تو نمیخورد، اما اون سوال در واقع یه تمرینه که شما قوانین حرکت رو به خوبی یاد بگیری. خب آقا حالا من قوانین حرکت رو یاد گرفتم، مگسه هیچی، گفتیم اون مثال تمرینه، حالا قوانین حرکت رو یاد گرفتم به چه دردمون میخوره؟ یه مثال میزنم. ببینید بچه ها، دیدید در زمان جنگ با داعش قهرمانان ما، مهندسان ما از ایران موشکی شلیک کردند، از آسمان دو تا کشور گذشت، از عراق گذشت، رفت تو سوریه، مستقیم خورد تو مقر داعش تو دیر الزور. این یه دونه. بچه ها تا حالا دو سه بار سعی کردیم ماهواره فرستادیم، با شکستم مواجه شدیم، اما شده، بالاخره شده. یه موشک از روی کره زمین بلند میشه، میره در یه فاصله ای که تنظیمش میلیمتری است، یه ماهواره ای رو اونجا پرتاب میکنه. این ماهواره اگر نگیم تا ابد، حداقل تا سالها روی یه مداری به دور کره زمین میچرخه و به ما اطلاعات. از این مثالا بگذریم، شما توی اتومبیلتون حتی پراید، حتی اتومبیل های غیر استاندارد ایرانی نشستید، دارید حرکت میکنید، یه دور از جون دور از جون یه تصادف معمولی اتفاق میفته، ماشینتون داغون میشه، اما اغلب سرنشینان سالمه. بعضی وقتا تو این تصادفات تو خیابون من اینو میبینم، مثلا یارو نگاه میکنه ببین ماشین ایرانی چی شده، بابا یه تصادف کوچیکی بود، مثلا 206 جلوش کلن هشتبلکون شده، نگاه کن چی شده. نه بچه، اون کار مهندسی است، ما اینو نمیفهمیم، چون در استانداردهای جهانی مهمترین چیز برای طراحان حفظ جان سرنشین است. ما ایرانی ها میگیم نه بذار بزنه کلم بشکنه، دستم بشکنه، ماشینم هیچیش نشه، چون مشکل داریم دیگه، یه تصادف کوچولو 20 میلیون خرج ماشین میشه دیگه، از کجا میخوایم بیاریم؟ ما برعکسیم. اما در تمام طراحی های دنیا حفظ جان سرنشین ملاک طراحی است. در اتومبیل های نسل جدید حتی پراید، حتی ایران خودرو، حتی 206، حتی سمن، درست نقص های عمده ای دارن، اما جالبه اینو بشنوید، طوری طراحی شده اگر این شاسی ماشینه و این قسمت کاپوت و جلوی ماشینه، اینجا سرنشین ها هستن. بچه ها طوری طراحی کردم، میدونید موتور یه قطعه فلزی بسیار محکمه، حالا چه آلیاژ آلومینیوم باشه، قسمتایش بیشترش فولاد و محکم، طوری طراحی شده که اگر ضربه ای خورد این موتور این شکلی بیاد بالا و یه دیواره فولادی در مقابل ضربه ایجاد کنه که به سرنشین آسیب نرسه. به همین خاطر وقتی میبینید ماشینای امروزی و به خصوص البته خب میگیم نقص هم دارن، مثلا یه 206، یه سمند، یه پراید از جلو یه کوچولو خورده به یه ماشینی، میبینیم کل قسمت کاپوت ماپوت داغون شده. در واقع این طراحی فنی مهندسی است برای اینکه از جان سرنشین محافظت. اینا از کجا اومدن؟ چی میشه که ما میبینیم مرسدس آلمان یا بی ام دبلیو یا ولووی سوئد میشه ایمنترین ماشین شناخته شده؟ همین قوانین حرکت رو مهندسینش به بهترین شکل توی ساختمان آن ماشین به کار بردن، طوری طراحیش میکنن که سرنشین سالم بمان. پس
یادگیری قوانین حرکت، اینکه مگس از اینجا رفت اونجا سرعتش چقدر شد، خود مگس گفتی مهم نیست، ولی اون قوانینی که با مگس یاد میگیری اینقدر در زندگی ما تاثیر داره. یه مثال آخر بگم، ممکنه یکی بگه آقا من که اصلا نمیخوام برم مثلا مهندسی بخونم، توی پزشکی، توی بدن خودمون همه جا اینا کاربرد دارن، شک نکنیم. یه مثال فرض میکنیم توی خیابون کیفت دستته، مثلا لپتاپ توشه، یه موتوری سارق میاد از کنارت رد بشه، کیفتو میخواد بزنه. بچه ها این رو اولین بار خود من تبدیل کردم به یه سوال. این یه مورد ایمنیست. این مورد ایمنی رو من تبدیل کردم به یه سوال و در یکی از آزمون‌های ورودی سمپات هم در سالهای قبل اومد. اولین بار اونجا از طرف من مطرح شد. بچه ها خوب دقت کنید. اگر قوانین حرکت رو یاد گرفته باشیم و یه ذره سرعت عملم داشته باشیم، اون لحظه ای که ترک نشین موتور، حالا فرض کنید این موتور است مثلا، اون دزدی که ترک نشینه و میخواد کیف رو از دست ما بزنه، اون کیف ما میخواد بزنتش، اون لحظه ای که دستش میخوره به دست ما سرعت عمل داشته باشیم، هیچ کاری هم نمیخواد بکنه، نه دعوا نه هیچی، فقط سرعت عمل داشته باشی، همون لحظه بشینی، کیف دستته، فقط بشینی. بچه ها بشینی، همین، مثلا نشستی رو زمین، همین که اون لحظه انقدر حضور ذهن داشته باشی که هم دستتو محکم کنی هم بشینی، ترک نشین موتور با کله میخوره زمین، یعنی چنان میخوره زمین که اصلا دیگه نمیتونه پاشه با تو بجنگه، دفاع کنه. در حالی که بچه اگر شما سر پا باشید، تا حالا متاسفانه جمع زیادی از مردم ما اینجوری مردن یا آسیبای سنگین دیدن. وقتی سر پا باشی هر چقدر نیرو وارد کنی کیفو بگیری، اون نیروه باعث میشه شما پرت بشی. ویدیوهاش توی مجازی ها هست، نگاه کنید، یارو موتوری فرد کیف صف گرفته موتوری میکشدش رو زمین، بدنش داغون میشه. خب آقا چرا بشینیم اونجوری میشه؟ با استفاده از همین قوانین حرکت و قوانین نیرو. فصل بعدی است، قوانین نیرو و قوانین حرکت با هم قاطی میشن، باعث میشه اینجوری هم کیفت نجات پیدا کنه، هم دزده رو زمین بزنی، هم برای خودت اتفاقی نیفته. پس اون مگسه رو اگر توی امتحان بهتون دادن، دیگه با خودت فکر نکن این برا چیمه. از این مبحث هم میگذریم، اما دوستان مبحث بعدیمون میخوایم دو تا از مهمترین کمیت هایی رو که تو حرکت باهاش کار داری، مسافت و جابجایی. مسافت و جابجایی.
بچه ها تمام فصل حرکت و تمام سوالات حرکت بستگی به این دوتا دارن که این دوتا رو قشنگ فهمیده باشید و درک کرده باشید. دوتا کمیت متفاوت هستن بچه ها. مسافت یه چیزه، جابجایی یه چیزه. بعضی از دوستان وقتی با این دوتا مواجه میشن میگه آقا مسافت یعنی چی؟ یعنی اون راهی که رفتیم. جابجایی یعنی چی؟ اون آقا یعنی اینقدر جابجا شدم دیگه. آقا این دوتا که یکی یا نه؟ در بچه ها در زندگی عادی ما خیلی چیزا رو اشتباه میگیم. مسافت رو همان جابجایی میدانیم، جرم و وزن رو یکی میدانیم، سرعت و تندی رو تقریبا یکی میدانیم، ولی در فیزیک چنین نیست. حواست باشه. اما ببینیم مسافت چیست. ظاهری مثل هم دارند، معمولا نماد هم براشون در نظر میگیرن بچه ها. برای جابجایی نماد دی کوچیک، برای مسافت نماد ال. البته من خودم توی تدریس های خودم سعی میکنم جابجایی رو با دلتا ایکس نمایش بدم، چون انشاءالله در دبیرستان که بری اونجا جابجایی رو دیگه میرن سراغ دلتا ایکس یا دلتا وای، فرقی نمیکنه. اما بر اساس گفته های کتاب جابجایی با دی، مسافت با ال. ضمن اینکه کتاب های مختلف چیزای مختلفی گفتن، ممکنه شما توی یک کتاب ببینیم مسافت رو اصلا با دی نشون داده. چندان مهم نیست اینکه با چی نشونشون دادیم، اما سر خط بنویسید تعریف مسافت، دو تا نقطه جلوش، تعریف مسافت دو تا نقطه جلوش. بچه ها وقتمون هم تمام شده، اما اینو بگیم بعد دیگه لااقل تمامش کنیم. ببینید، فرض کنید شما از نقطه شروع مبدأ نمیدونیم هست یا نه، نقطه شروع را میفتی این مسیر رو، مسیر کلمه مهمه، این راه رو کلمه مهمه، طی میکنی، میری، میرسی به نقطه پایان، میرسی به مقصد. ازت میپرسیم عزیزم چقدر راه رفتی؟ چه مسیری پیمودی؟ میگی آقا یه 200 متر، یه 300 متر، یه 300 متر، 73، اینا رو جمع میزنی؟ مثلا میگی آقا فکر کنم 1500 متر رفتم. مثلا میگیم مسافتی که رفتی، مسافت پیموده شده یا همان مسافت خلاصه شدهش 1500 متر به مجموع طولهایی که ببینید اینجا جایی بود که گفتم کتاب داستان براتون ایجاد میکنه. گفت به مجموع طولهایی که این دانش آموز برای رفتن از خانه مبدأ، غلطه، باید بگه نقطه شروع. ممکنه ما خانه دانش آموز و مبدأ حرکت در نظر بگیریم، ممکنه سر کوچهشون رو مبدأ در نظر بگیریم، ممکنه مدرسهش رو مبدأ در نظر بگیریم. به مجموع طولهایی که این دانش آموز برای رفتن از نقطه شروع تا نقطه پایان یا مقصد میپیماید مسافت میگیم. ادامه یه نوشتتون بنویسید مسافت دو تا نقطه جلوش، به راه پیموده شده یا به راه پیموده شده یا مجموع طولهای طی شده،
مجموعه طولهای طی شده، ویرگول، مسافت میگوییم، مسافت میگوییم که کمیتی نرده ای است، کمیتی نرده ای است و با نماد ال نمایش داده می شود. با نماد ال انگلیسی نمایش داده می شود. قسمتی از نقشه شهر همدان خودمون رو داریم. اولین نکته‌ای که در نقشه وقتی توی سوالی مواجه میشیم نقشه به ما میدن اینه که زودی باید بگردیم اول دنبال اینی که بهش میگیم جهت نما، جهت نما. در نقشه ها یه چنین جهت نمایی معمولا وجود داره و به ما نشون میده که در این نقشه شمال و جنوب کدام طرف هست. این شهر همدان خود ماست. اطلاعات دیگری هم روی نقشه داریم میبینیم. کامل مشخصه. عزیزان اطلاعات دیگری که روی نقشه در سوالات مسافت و جابجایی باید اون نقشه داشته باشه تا بتونه سوالها رو جور دیگری مطرح کنه و شما در جغرافیاتون باهاش آشنا شدید یا خواهید شد، چیزی است که بهش میگیم مقیاس. یعنی برای ما تعیین میکنه که این نقشه نسبت به اندازه واقعی چقدر کوچک شد. خب حالا بچه ها فرض کنیم در این نقشمون ما تصمیم میگیریم از میدان بیمه حرکت کنیم، بریم میدان بعثت و از اونجا بریم تا میدان پیشاهنگی. این مسیر رو رفتیم، پس نقطه شروع حرکت ما، نقطه شروع نقطه پایان حرکت ما هم میشه میدان قدس یا همان میدان پیشاهنگی، پیشاهنگی سابق. نقطه شروع امان میدان بیمه، نقطه پایان پیشاهنگی. حالا ممکنه ما مبدأ حرکتمون رو که میخوایم حرکت رو بهش بسنجیم به صد در نظر بگیریم، مبدأ رو میتونیم خود پیشاهنگی در نظر بگیریم، هر جا دلمون بخواد میتونیم مبدأ حرکت را در نظر بگیریم. جلسه قبل خدمت دوستان عزیزم عرض کردم که ما در کتاب وزارتی اغلب وقتا
خود نقطه شروع رو مبدأ هم در نظر گرفته. حواستون باشه، ممکنه مبدأ نقطه شروعمان باشد در فیزیک، ممکنه نباشه. حالا دوستان فرض میکنیم از میدان بیمه تا میدان بعثت، این راهی که رفتیم فرض کنید 800 متر بوده. از میدان بعثت تا میدان پیشاهنگی 1000 متر. فرضی عددا، چون نقش مقیاس نداره همینجوری داریم میگیم. الان بچه ها اگر به شما بگن مسافتی که پیمودی چقدر بوده، شما یه عدد میگی، یه یکا میگی، 1800 متر، 1.8 کیلومتر. این میشه مسافتم، راهی که رفتیم. اما دوستان اگر حالا بیاد به ما بگه آقا جا به جاییمون چقدره، دقت کنی. اولین نکته ای که باید یادتون باشه اینه که جا به جایی فرضی است. یعنی چی؟ یعنی مثل مسافت واقعا رو زمین وجود ندارد، یا تو ذهن ماست یا فقط رو نقشه میشه کشیدش، رو زمین واقعی نیست. اینو دقت کنید. یا روی، از همه بهتر، محور مختصات. یعنی در آینده در دبیرستان خواهید دید بیشتر این حرکتهایی رو که الان دارید الف باش رو یاد میگیرید روی محور مختصات روش کار میکنید. جا به جایی اولین ویژگیش پس این شد که فرضی است. دومین ویژگیش این میشه که یه خط مستقیم باید باشه. و سومین ویژگیش اینه که حتما باید جهت داشته باشه. خطی فرضی مستقیم جهت دار که نقطه شروع را، نمیگم مبدأ، نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان وصل میکنه. این میشه جا به جایی. دوستان شما توی ریاضی در مورد این ستا یه چیزی خوندید، خطی که مستقیم باشه، فرضی باشه، جهت دار باشه، بهش میگفتیم بردار. این تعریف برداره. به همین خاطر میتونیم خلاصش کنیم، بگیم جابجایی برداری است که نقطه شروع را به نقطه پایان وصل می کند. یادداشت بفرمایید لطفاً. جابجایی توی پرانتز یه علامت دیه کوچیک و البته مساوی با دلتا ایکس. این دلتا ایکس رو یاد بگیرید خیلی بهتر. جا به جایی با دی نمایشش میدیم، با دلتا ایکس هم نمایشش میدیم. مسافت رو با ال نمایش میدادیم. جا به جایی داخل پرانتز دی مساوی دلتا ایکس پرانتز بسته، خطی فرضی و مستقیم. و جهتدار
که نقطه شروع را، نقطه شروع حرکت را، خطی فرضی مستقیم و جهت دار که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان وصل می کند. خب حالا دوستان خوب دقت بفرمایید. فرض کنید این جا به جاییه رو میخوایم اندازه بگیریم. اولا این مسیر رو که نمیتونیم بریم، چون گفتیم اصلا مسیر نیست، یه خط فرضیه. اینجا فقط میتونیم دست به دامان مقیاس نقشه بشیم و جابجایی رو از این استفاده کنیم. یک، دو، اگر این زاویه قائمه باشد، اگر قائمه باشد میتونیم از فیثاغورس استفاده کنیم و دلتا ایکس رو به دست بیاریم. منتها ما نمیدونیم اون زاویه آیا واقعا قائمه است، نمیدونیم. فرض کنید از مقیاس نقشه استفاده کردیم و اینو به دست آوردیم. مثلا فرض کنید 900 متر. الان اگر از ما بچه ها بپرسند جابجایی یا بردار جابجایی، بردار جابجایی چقدره، شما بگید 900 متر، غلطه. چرا؟ غلطه. یکی از غلطهایی که در سوالات و امتحانات خیلی بچه ها مرتکب میشن همینه بچه ها، بدجور. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه ما اومدیم بردار جا به جایی رو تعریف کردیم، گفتیم فرضی مستقیم جهت دار، یعنی به کمک همان جهت نمایی که خدمت عزیزان نشان دادیم اول جلسه گوشه همین نقشه. شمال که اون طرف باشه، این طرف هم غرب میشه، این ورم شرق میشه. شما باید جهت بردار آبیه، یعنی بردار جابجایی رو کنار اون 900 متر بنویسی. 900 متر به سمت شمال شرق، ببخشید غرب. حالا معلومه که اون دانش آموزی که اینو ازش خواستیم جابجایی رو قشنگ فهمیده، خوشگل فهمیده. جابجایی ما شد 900 متر به سمت شمال غرب. مسافت راه واقعی بود که پیموده بودیم. بردار جابجایی، خطی فرضی مستقیم جهتدار یا برداری که نقطه شروع را به پایان وصل می کند. هر وقتم از بردار حرف بزنید باید جهتشو حتما بگید. حالا بچه ها، اگر توی سوال یا توی مسئله
به شما گفته باشه اندازه بردار جابجایی، مقدار بردار جابجایی، یا به قول کتاب فقط کلمه جابجایی خالی به کار ببره، منظورش همون اندازه است. حواستون باشه توی سوالات اگر بگه جابجایی چقدر است، شما بگی 900 متر، درسته. ولی اگر بگه بردار جابجایی چقدر است، شما بگی 900 متر، درست نیست. باید جهتش هم بگی. پس کلمه جابجایی یعنی اندازه بردار جابجایی. فقط مقدارشو خواسته وقتی میگید جابجایی خالی. اینم توجه داشت. فرض کنیم اون سفری که رفتیم، لطفاً دقت کنن، فرض کنیم از بعثت رفتیم پیشاهنگی و دقیقاً هم مستقیم رفتیم. این مسیر ما بوده 1000 متر. خب آقا الان اگر از ما بپرسن مسافتت چقدر بوده، فرض کنیم حالا بچه ها این 1000 متر هم مثلا در 100 ثانیه رفتیم، زمانمون 100 ثانیه. اولا از ما بپرسن مسافت چقدر است، میگیم 1000 متر. اگر بپرسن جابجایی چقدر است، بردار جابجایی، بازم میگیم 1000 متر. آقا پس اگر مسیر مستقیم باشد، میتونیم نتیجه بگیریم که دلتا ایکس، بردار جابجایی، برابر است با مسافت. در مسیرهای مستقیم جابجایی و مسافت برابرند. بچه ها خیلی مهم، خیلی مهم، خیلی مهم. خیر، حق نداریم اینو بگیم، داریم از بردار حرف میزنیم، همون چیزی که گفتیم همیشه اشتباهش میکنیم. این 1000 متر به سمت شرقه یا به سمت غرب؟ غربه. یعنی 1000 متر خالی نیست، 1000 متر به سمت غرب، اون 1000 متر خالیه. حق ندارید این دوتا رو مساوی هم قرار بدید. یکیشون کمیت برداری است، یکیشون کمیت نردهی است. یه مثال میزنم که قشنگ متوجه بشید. خوب دقت کنید، مثال رو دقت کنید. بچه ها فرض بکنیم من در این دستم 5 متر پارچه دارم، 5 متر پارچه. در دست دیگرم 5 متر تناب دارم. آیا من حق دارم بگم بچه ها این دست من با این دست من یکیه؟ بگم این دوتا دست من با هم یکیان، برابرند؟ من چنین حقی ندارم، یکی نیستن. این پارچه است، او تنابه، حق ندارم بگم یکیان. چی میتونم بگم؟ میتونم بگم، دقت کنید، میتونم بگم بچه ها این دست من و این دست من از نظر اندازه برابرند. مقدار یا اندازه این تناب با مقدار و اندازه این تناب از نظر عددی برابرن. اینو میتونم بگم. پس اگر مسیر مستقیم بود، هیچ وقت نگید بردار جابجایی با مسافت برابره ها، هیچ وقت. در مسیر مستقیم
در مورد مسافت و بردار جابجایی دو جور میتونیم بگیم. یه جور میتونیم بگیم که در مسیر مستقیم بردار جابجایی و مسافت از نظر عددی، از نظر اندازه، از نظر مقدار برابرن. یه چیز خیلی قشنگتر و علمی که اگر این رو بگید طرف شما میفهمه خیلی قشنگ فهمیدی. میگیم در مسیر مستقیم بردار جابجایی بر مسافت منطبق شده است. وقتی اینو میگی یعنی طرفت میدونه تو چقدر فیزیک رو قشنگ فهمیدی. میدانی بردار جابجایی یه چیز ذهنیه و تو داری میگی آقا اگر این برداری که توی ذهن من هست رو بیارم بندازم روی مسافت قدشون برابره. لطفاً سر خط نکتهش رو بنویسید. بردار جابجایی و مسافت در مسیر مستقیم. بردار جابجایی و مسافت در مسیر مستقیم. دو تا نقطه جلوش. باید توجه داشت که این دو هرگز با هم برابر نمی شوند. این دو هرگز با هم برابر نمی شوند. بلکه در مسیر مستقیم. دو تا نقطه سر خط الف. الف بردار جابجایی و مسافت. بردار جابجایی و مسافت ویرگول از نظر اندازه یا مقدار برابرند. از نظر اندازه یا مقدار برابرند. قسمت ب در مسیر مستقیم ویرگول. در مسیر مستقیم ویرگول بردار جابجایی بر مسافت منطبق است. بر مسافت منطبق است. خب اینم تکلیف در واقع مسافت و جابجایی رو در مسیرهای مستقیم تعیین کرد. وقتتون بخیر، خدا نگهدار، مراقب خودتونم خیلی باشید بچه‌ها.